بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم شاگردان نهایت عزیز و گران قدر امید است جور و صحتمند و سر باشین و در عافیت کامل به سر ببرین دوستان خب باز هم درس های فیزیک سن 11 هم از گرامی ادامه میدیم شما در درس قبلی که درس سوم فیزیک صنف 11 بود یک سلسله موضوعات خواندن فرا گرفتین در مورد قوه های متلاقی و همچنان محصله قوه های متلاقی و یکی از روش هایی که قوه های متلاقی را بتایید محصله پیدا بکنین دوست عزیزم طریقه که طریقه متوازیل از بود شما دانستین و فهمیدین که ای از نوی روش هندسی بود روش هندسی تنها طریقه متوازیل از لا. نیست از یک روش دیگه هم از دور روش انتقال ویکتورها میگه که امروز انشالله امی موضوع را میخانیم. یعنی محصله قوه ها را قوه ها را به روش انتقال انتقال ویکتور ها می خوانیم چرا محصله قوه ها را به روش انتقال ویکتور ها می خوانیم به خاطر از این می خوانیم عزیزم که آه ویکتور آه خودش می تواند من حیث قوه عمل بکنه یعنی قوا یک کمیتی ویکتوری است که میتونم این حیث یک ویکتور عمل بکنم هر ما محاصله دو ویکتور پیدا بکنیم معنای شمی هست که محاصله دو یا چند قوا را پیدا کردیم دوست عزیز خب در روش انتقال دوست عزیز ببینین چگونه محاصله قوا ها دریافت میشود این شکلی که شما در روش موازی موازات یا مرتسم های قواه ها را رسد میکردیم در روش انتقال هم امی کار یک دو سه چهار پنج یا چندین قواهی که باشد دوست عزیزم شما کاری میکنید که قواه ها را انجام یکیش با ابتدای دیگه وصل میکنید تا بالاخره تمام قواه ها به شکل به هم وصل شوند و بالاخره مبدای وکتوری اولی را به انجام وکتوری آخری وصل میکنیم ایرمی وکتوری که شکل میگیره دوست عزیزم وکتوری محصیله چندین قوه به روش انتقال میباشه خب در عمل برتون نشار نشان میتیم که چی معنا میتا معنایش دوست عزیزم ای که مثال که در کتاب است امور برتان توضیح میتیم یک قوه داشته باشین تگ اندازه خاص اگر این نامش F1 از زای گرامی خب همیشه قوه ها بالای خود یک تیر یا یک ویکتور می داشته باشند و هرگاه قوه بعدی را ما F2 که به یک زاویه خاص یا عمل می کنه دوست عزیزم F2 که ویکتوری علامه ویکتور بالایش اگر ترسیم بکنیم فامیده می شود که یک ویکتور است از دایگرامی همچنان یک قوه دیگه اگر اینجا موجود باشه نامی قوی ما شما اف 3 اگر باشد ایدال ببینین این سه قوه که هر سه قوه ازی از نوی قوه های متلاقی یا غیر موازی می باشند باید ما را محصله ازی را پیدا بکنیم چون همیشه چندین قوه متلاقی یا غیر موازی بالا یک جسم وقتی که عمل می یک تاثیر واحد از خود بجا می مانه که رو تاثیر واحد ما باید پیدا کنیم اون تاثیر واحد به نام محصله قوه ها یاد میکنه از گرامی این حال در این سوال ما میبینیم که براوش انتقال ویکتور ها چگونه میتونیم محاصله چندین قوه را پیدا کنیم از زوی خب اما موضوعی را که پیشتر یاد آوری کردم شما میتونید یکی از قوه ها را من حیث قوه مبدع انتخاب کنید و دیگه قوه ها را به انجامی وصل بکنید خب میشه شما این قوه را نام f و این قوه را F3 ببارین. کدام مشکلی در عرصه نامگذاری از یا نیست نظر به آه آه ای که شما کدام به کدام نام یاد نیکنید و در ذهنتان یک تصویر باشه که اینی قوه ما ای داره این قوه ما این نام دیگر داره نظر به او که وقتی حل سوال میشه از پیش شما کدام غلط فهمی نشه خب دوست عزیز اینال به خاطر پیدا کردن محاصله قوه ها ما پروسیجر طریقه انتقال و با پیش میبریم از زای گرامی قوه F2 خود قسمت شروعش در انجام قوه F1 وصل میکنیم یعنی امی قوه را اندازش هر قدری که باشه با یک اگ اسکل اگر فرض مثال 5 سانتی باشه 10 سانتی باشه هر اندازه‌ای که باشه باز میشه در کتابچه هایتان و در کتاب هایتان وقتی مراجعه میکنین وسایل اندازگیری و وسایل هندسی داشته باشید تا وسط اندازه بگیریم. فرض مثال اینمی پنج سانتی باشه اینه 5 سانتی را به شکل موازی انتقال میتیم اینجا به شکل موازی انتقال میتیم از انجام ویکتوری هفیک دوست عزیز این کار انجام دادیم یک مرحله کار ما شما تکمیل شد خب این را اگر به شکل نقطه نقطه نشان بودیم، بهتر نیه چون اینجا به طوری اصلیش است تو برای ما شما غلط فهمی پیش نشه یعنی در واقع اینمی F2 است اگر اگر زبرک بودیم تو یک تشخیص شود. خب F3 را چه کار میکنیم دوست عزیز؟ F3 را همچنان اندازیش میگیریم به هر اندازه که بود انتقال میتیم با انجام ویکتوری F2 فرض مثال این ویکتورتان 4 متر، 4 سانتی متر شما انتقال میتید با انجام ویکتوری F2 و باید موازی باشه چون او هم افقی بود یا هم باید افقی بیاید این را باید میتونید نسل از این این را بلاخره ترسیم کنید اگر با شکل نقطه نقطه بیاید بهتر میشه یا ویکتوری اف سی ما شما عزیزم اگر یک زبرک بالاش بتیم تا تفاوتش با یاد درک شود اینال ویکتور محسله سی قوه را ما پیدا میکنیم ویکتور محسله سی قوه مانایش چی ما از مبدع ویکتورها ها به انجام ویکتور سی یا خط رسم میکنیم یک خط رسم و داخل ازی یک ویکتور علامه ویکتور براش برش میتیم دوست و اندازه ازی میگیریم اینمی اندازه ازی هر قدر که شد شما حتما خطکش های درجه دار در دا خانه دارید اندازه شو میگیریم اینمی هر قدر ای که شد ویکتوری محاصله می باشه یا آر می باشه آر عبارت از سی است؟ عبارت از F1 است جمع F2 است جمع F3 است بسید این بود طریقه انتقال که ما می تانیم محاصله قوه ها را برویت از این دوست عزیز پیدا بکنیم و به دست بیاریم خب میریم بالا یک مثالی که در کتاب مکتب گفته شده او را براتان دوستی عزیزم حل میکنه خب. مثال میتونین شما از کتابم بخورید من براتان میخورم در ده صفحه دهی کتاب یک مثال نوشته است و شکلش هم نشان داده شده یک ستون یک وزن F1 مساوی با 3600 نیوتن را می بردارد. خب من پارامترهایش نوشته می کنم شما میشه که شکلش شد در خود کتابتان متوجه شوید. F1 مساوی می شود با 3600 نیوتن دوست عزیزم. در این زبان بر این ستون دو قوه هر یک ф2 مсاвی به 200 نوت ф2 مсا به 1ر200 نوتان کи تаحتи زاوهи اгр زاویه ازیр نоمш تито بибрем تیتо 2 بگوем تحتи زاوهи чаند عмل میکуنه تحتи زاوهи 4ل درجه عмаل میکن تحت زاویه چهل درجه عمل میکند و قوه اف که مقدارش یک نیوتن است یک نیوتن است تحت زاویه ای درجه عمل میکنه از دوست داشتنی از ما و شما میخواهد که ما محصله این قوه را پیدا بکنیم که چند می مقدار و سمت قوای محصله رو دریافت کنید دوست عزیزم خب اولتر از همه کاری که شما میکنید کنید است که خود ویکتور ها را خود قوه ها را ترسیم بکنید دوست عزیز خب شما شاید توسط آلات اندازگیری که دارین توسط خطکش هایی که دارین نفهمین پیدا کردن نتونین که 3600 نیوتن یعنی چی 3600 نیوتن شما در خطکشتون پیدا کردن نمیتونین به خاطر از باید شما یک مقیاس وضع بکنین مقیاس به معنای چی عزیزای گرامی مقیاس به معنای از اینکه چون 3600 نیوتن اگر عدد بسیار بزرگ است ما میتونیم با یک سمبول دیگه نشانش بدیم فرض مثال هر هزار نیوتن یزیده هر هزار نیوتنش ما تقریبی یک سانتی متر فرض کنیم یعنی هزار نیوتن هم ما یک سانتی متر فرض بکنیم خب اینال رسم کردن از این قوه ها با ما شما بسیار آسان میشه یعنی چی؟ 3600 ما میفهمیم که 3 6 سانتی متر شود. یک 1200 دو وقتی که ما در خط اندازه بکنیم به اساس این مقیاس میخوایم می که یک اشیره دو سانتی میشوه و همچنان یک هزار چهار سد نیوتن اگر بخواییم معلوم بکنیم که چند سانتی میشوه میگیم که یک هزار یک سانتی متر میشوه این قوه ها را با زاویه هایی که داره به شکل درستش ترسیم میکنیم عزیزای دوست داشتنی که F1 3600 نیوتن است 3600 نیوتن اما رسم میکنیم مثلا اندازه شد. با ما اندازه که در مقیاس گفتن شما پیدا کردین مقیاس سه اشاره ششی میگه این به شکل عمود است از گرامی خب کوه دوم اف دوست که با افق زاویه چل درجه را میسازه شما افق همش نسین افق یعنی اینی افق است سیز هر آه آه خطی که یا هر زاویه‌ای که زاویه چل درجه را شما نقاله حتما دا در خانه دارین اندازه میکنین میبینین که به کدام زاویه میایه به این ای شکل میایه ادامه از این را به این سمت نوشته میکنین یک اشاره دو که از این یک چیزی خود خوردتر میایه دوست عزیزم این را به زاویه چل درجه شما عزیزای گرامی رسم میکنین دوست عزیز و همچنان آه آه قوه اف سی را که یک 44 نیوتن می شود دوست عزیزم ای شما ترسیم می کنین تحت زاویه 55 درجه عمل میکنه کنه البته زاویه از قسمی است که چون،, چون ستون یک یک قوه از سمت با افق 55 درجه یک قوه دیگه به سمت عمل می که زاویه از او به این شکل 55 درجه می باشد عزیزم که شما می توانید نقاله را این افق اندازه بگیرید اندازه 55 درجه را توسط نقاله مشخص بکنید و 1.44 سانتی که در خطکش می توانید شما را اندازه بکنید پیدا می کنید و ای اف سی شما می باشد اینی اف یک شماست که مقدارش پیشتر گفتیم که 3600 نیوتن است 3.6 سانتی مقیاسش می شود و ایو F2 است دوستای, دوستای عزیز ما که مقدار از زیر 1.2 سانتی متر بگیرین و همچنان اینیوم هم F3 است که مقدارش 1.1440 نیوتن است وقتی را تقسیم 1000 بکنین 1.44 سانتی می شود. خب این سه قوه را به طریقه انتقال شما پای هم همدیگر نوشته کردین و رسم کردین اینال اگر شما خواسته شود بس که محصله از را پیدا بکنید بسیار به سادگی میتونید محصله از دریافت بکنید که محصله ای چی میشود. شما انجام آغاز ویکتوری اولی را با انجامی ویکتور وصل میکنید و این خط که شما مشاهده می که در واقع شروع ویکتوری اولی و با انجام ویکتوری سومی می اینمی دوست عزیزم عبارت از آر یا محاصله امی سه قوه می باشد خب شما توسط وسایل اندازگیری دقیقی که امرای خود دارین و وسایل هندسی می شما مشخص بکنید که اندازه از چند می شود خب نظر به اندازه گیری که در کتاب شده 5 اشاره 3 سانتی ای مشخص کرده یعنی آر مصابیم شد 5 اشاره 3 سانتیمتر که اگر هر سانتی را ما هزار مدی نظر بگیریم میتونیم اواز یک سانتی خود یک هزار نوشته کنیم یعنی 5 ضرب در، هزار میشه که به نیوتن تبدیل میشه استاذ یعنی محاسبه ای این قوا ها 53 را وقتی ضرب یک سفر این اعشاری از بین میبره 53 میشه دو فر، دو سفر دیگه شون دپولی از یوم میایه و واحدشون به نیوتن تبدیل میشه استاذ عزیزم یعنی محاسبه قوا ها اور مصیبه 53 5300 نیوتن شده همچنین اگر از شما دوست عزیز خواسته شو که تحت کدام زاوی است چون اینجا وسایل اندازگیری دقیق نبود میتونین شما وقتی که را به شکل تواصل وسایل هندسی با مقیاس های کاملا ثابت و زاویه های از این توسط نقاله ایار بکنید دوسته عزیز میتونین شما اندازه از مشخص بکنین که آ، 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 یا زاویه از مشخص بکنین که به کدام زاویه یعنی اینجا افق است نقاله را شما در قسمت بمانید اندازه زاویهش مشخص میکنن که در کتاب اندازه زاویه را به شکل دقیقش گفته که تتا مساوی میشه به 86 درجه آ آ آ زاویه ای میشه که ادمی قوه محصله با افق میسته دوست عزیز این بود درس محصله قوه ها و شیوه دریافت محصله قوه ها روش انتقال که دیدین و مثالش شما آموختن امید است که نتیجه ازی را به حافظه خود بسپارین و شیوه حل ازی را به حافظه خود بسپارین و توسط آلات هندسی که دقت زیاد داره میتونین سوال های مغلق و مغلق تر حل بکنین و محاصله از یه را دریافت کنین دوست عزیزم موفق و سربلند باشین در تمام عرصه های زندگیتان شاگردان نهایت عزیز و دوست داشتنی